سلام، علی هاشمی هستم. به کلاس من بی‌نهایت خوش اومدید. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید حال دلتون خوش باشه. توی این ویدیوی آموزشی قراره با همدیگه در رابطه با تابع معکوس صحبت کنیم. امیدوارم که تا انتهای ویدیو من همراهی کنید. دوستان من، تابع معکوس قضیهش از چه قراره؟ وقتی میخوام تابع معکوس حساب کنم، در حقیقت به زبون خودمونی میخوام x رو به دست بیارم. پس هدف از محاسبه تابع معکوس محاسبه x هست. یه مثال با هم دیگه حل کنیم. ایگرگ برابر باشه با صورت عبارت 5x به علاوه 2، مخرج عبارت 4x به علاوه 3. میخوام برم سراغ بازی تابع معکوس و بدونم تابع معکوس عبارت من برابر با چه خواهد بود. پس باید x به دست بیارم. برای به دست آوردن x در تابع کسری، بهتره که یه مخرج 1 به ایگرگ بدیم و بریم سراغ بازی طرف این وسطه. بعد 4x به علاوه 3 باید در ایگرگ من ضرب بشه، یعنی عملا 4x ایگرگ به علاوه 3 تا ایگرگ قرار مساوی باشه با 5x به علاوه 2. جناب x بره سمت چپ و 3 ایگرگ زیبا بیاد سمت راست، به این دلیل که x ها در یه سمت باشن و ایگرگ ها در سمت دیگر. پس بنویسم 4 تا x ایگرگ، جناب 5x بره اون طرف منهای 5 تا x برابر است با این ور ماجرا 2 که داشتم، 3 ایگرگ بره اون طرف می شود منهای 3 ایگرگ. حالا سمت چپ عبارت میتونم از x فاکتور بگیرم. خب این کار انجام بدم. اگر از x فاکتور بگیرم، اون وقت 4 ایگرگ منهای 5 برابر است با 2 منهای 3 تا ایگرگ. قطعا تو بهتر از من میدونی که x برابر میشود با طرف معلوم، یعنی 2 منهای 3 ایگرگ بخش بر ضریب مجهول عزیزمون که بوده 4 ایگرگ منهای 5. من تونستم x رو به دست بیارم، یعنی تابع معکوس من حساب شد. فقط برای زیبایی کار و نوشتن در حالت استاندارد کافیه که به جای x بنویسی f به توان منفی 1 x، یعنی تابع معکوس، و بعد به جای حرف های y از حرف x استفاده کنی. 2 منهای 3 x به روی 4 x منهای 5. به همین راحتی شما موفق میشی تابع معکوس حساب کنی. یه مثال دیگر رو با هم دیگه ببینیم. گفته f x برابر با 2 x به علاوه 3، بفرمایید که تابع معکوسش چی میشه. برای که راحت تر حساب کنیم، همیشه به جای f x می نویسیم y برابر بوده با 2 x به علاوه 3. من میخوام x به دست بیارم، پس 3 رو ببرم سمت چپ، بگم y منهای 3 برابر است با 2 تا x، و بعد برای اینکه ضریب 2 از بین ببرم، دو طرف عبارت رو بر 2 تقسیم کنم. پس x برابر خواهد بود با خط کسری صورت عبارت y منهای 3 و مخرج عبارت 2. حالا زیبا سازی کن. f به توان منفی 1 برابر خواهد بود با x منهای 3 به روی 2. تابع معکوس من حساب شد. پس کل داستان تابع معکوس چه شد؟ x رو به دست بیار. بعد از اینکه x رو به دست آوردی، به جای حرف x f به توان منفی 1 x جایگزین کن و به جای تمامی y ها از حرف x استفاده کن. شما به این وسیله میتونید تمامی سوالات مربوط به تابع معکوس رو حساب کنید. بی‌نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. موفق باشید. خدا نگهدار.